ملا محمد شیرین آخوند سرپرست ولایت قندهار در دومین روز سفرش به اسلام آباد با وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان دیدار کرد. جلیل عباس جلانی در این دیدار بر تعهد پاکستان به ادامه تعامل و روابط دوجانبه سودمند با امارت اسلامی تاکید کرده است. آقای جلانی همچنان گفته با کارگیری از تمامی ظرفیت‌های لازم برای تسهیل تجارت بین دو کشور باید تلاش صورت گیرد. تشویشونه د دوارو مشته یو له سره پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت دغه ادانه منی او اسلامي امارت د پاکستان خبره نه منی نو یو ټکر دی د دریزونو لیکن بیا هم خبرې کیږي نو د مسلو باندې باسونم کیږي مسلو حل لپاره بیا لارې هم پیدا کیږي. امارات اسلامی هم تلاش میکنه که از پاسیو دیپلماسی یا دیپلماسی غیر فعال برای به اکتیو دیپلماسی و از این خاطر است که یک هیئت را به سرکردگی ملا شیرین که هم خودش والی قندهار است و هم روابط بسیار نزدیک به خود امیر امارات اسلامی داره این را بفرسته به اسلام آباد. سخنگوی امارت اسلامی میگوید ملا محمد شیرین آخوند بر رهبری یک هیئت در ششمین نشست کمیته مشترک تخطی ها میان دو کشور اشتراک کرده بود که روی موضوعات تخطی مرزی دیورند، ایجاد سهولت در گذرگاه های کشور برای بازرگانان، چگونگی وضعیت مهاجران و فراهم شدن سهولت برای بیمارداران گفتگو کرده است. در امتداد خط دیورند اگر کدام تخطی ها صورت میگیره و ثبت میشه باز در این نشست ها سر دو تخطی ها بحث میشه تا از او جلوگیری شود و تکرار نشه. دوم، گاهی وقت در دروازه های کشور اموال تجارتی نقل میشه، باید سهولت ایجاد باشه، مشکلات نداشته باشه. سوم، موضوع مهاجرین است. آقای مجاهد می افزاید که این هیئت برای موضوعات مشخص به اسلام آباد رفته است و در صورت نیاز برای حل تنش ها میان دو کشور هیئت های دیگر را به پاکستان خواهند فرستاد. هیئت هایی که از طرف امارت اسلامی افغانستان مقرر شده رفتن فکر نمی کنم که بازگشایی گره های عمیق مناسبات پاکستان و افغانستان باشد. سفر ملا محمد شیرین آخوند به پاکستان در حال است که قرار است در هفته پیش رو مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در رأس یک هیئت برای گفتگو با مقام های امارت اسلامی به کابل سفر کند.